بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم به شما بینندگان عزیز، همراهان شبکه خبر. دعوت میکنم با گفتگوی صبحگاهی امروز با ما همراه باشید. سهند پیشرفته ترین ناوشکن نیروی دریایی ارتش به ناوگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پیوست و پنجشنبه گذشته هم دو زیردریایی کلاس قدیر به ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق شد. در این برنامه قرار هستش که درباره توانمندی های نیروی دریایی ارتش صحبت بکنیم و همچنین جایگاهی که در راهبرد دفاعی کشور داره. این افتخار رو دارم که در اولین بخش از روی خط خبر امروز گفتگو کنم با امیر دریادار رستگاری، معاون وزیر و رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. امیر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما جناب آقای حسینی، همکاران پرتلاشتون و بینندگان ارجمند این برنامه. در خدمت درود بر شما. خواهش میکنم با سهند شروع بکنیم. ناوشکن سهند، بفرمایید که با توجه به اینکه به عنوان پیشرفته ترین ناوشکن کشور نام برده میشه، دارای چه مشخصه هایی هست و چه تجهیزاتی داره؟ بله، ناوشکن جمهوری اسلامی ایران سهند سومین ناوشکن از سری ناوشکن های کلاس موج هست که توسط عزیزان ما در کارخانجات نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران کار طراحی و ساخت اون انجام شد و در دیروز طی مراسمی با حضور امیرفرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران رسما به منطقه یکم نیروی دریایی الحاق شد و در خط عملیاتی قرار گرفت. این ناوشکن با توجه به تسلیحات و سامانه‌های حسگری که بر روی اون قرار داره، قابلیت آفند و پدافند به طور همزمان در هوا، سطح و زیر سطح رو دارا هست. سامانه راداری بسیار قوی داره، سامانه مدیریت نبرد بسیار پیشرفته داره، سامانه جنگال بسیار به روزی داره و دارای انواع موشک‌های سطح به سطح و سطح به هوا است و میتواند تا ورای افق رو مورد هدف قرار بده. همچنین با سامانه سوناری که بر روی این ناوشکن نصب شده، قابلیت رصد و پایش اطراف سطح زیر آب خودش رو داره و میتواند هر نوع تحرک زیردریایی رو به اصطلاح مورد شناسایی و ردیابی قرار بده و همچنین قابلیت برای اولین بار سیستم دفاع نقطه‌ای که توسط سازمان صنایع دریایی، سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع طراحی و ساخت اون انجام شده، برای اولین بار بر روی این ناوشکن نصب شده که قابلیت اجرای 4000 گلوله در دقیقه رو در حدود 10 اینچ رو داره که میتواند ضد موشک کروزی که به سمت این ناوشکن میاد اجرای آتش کنه و هر موشک تهدید کننده رو منهدم کنه. یک مقایسه اگر بخوایم داشته باشیم با ناوشکن‌های قبلی به ویژه جماران، چه تفاوتایی داره ناوشکن سهند با اونها؟ سیستم دفاع نقطه‌ای بود که عرض کردم که جدیدترین سامانه هست. سیصم سوناری است که بر روی این ناوشکن نصب شده، باز نسبت به جماران خیلی پیشرفته‌تره. سیستم رانش هست در ناوشکن جمهوری اسلامی ایران سهند. عزیزان ما در نیروی دریایی با استفاده از رانش CPP یا پروانه متغیر قابلیت مانور بالایی رو به این ناوشکن داده. اصولا دو نوع پروانه در ناوشکن ها استفاده میشه، یا پروانه ثابت که به هر صورت دور به وسیله گیرباکس تغییر پیدا میکنه، یا پروانه متغیر که دور ثابت هست، با تغییر زاویه پروانه شما میتونید رانش به جلو، رانش به عقب و همچنین دور زدن رو داشته باشه که قدرت مانور ناوشکن رو در دریا به شدت افزایش میده. سامانه های مخابراتی، سامانه های جنگال، سامانه های بروز شده است با توجه به اینکه بیش از 10 سال از ناوشکن جماران میگذره، بسیاری از قابلیت های بروز شده حوزه دیجیتال و الکترونیک بر روی این ناوشکن نصب شده است. چقدر ساخت این ناوشکن سهند بومی هست و توسط مهندسین داخل کشور ساخته شده؟ بیش از 70% توسط صنایع موزم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و صنایع داخلی در کشور، شرکت‌های دانش‌بنیان صنعتی ساخته شده. فقط بعضی از اقلامش خارجی است که اونم مقرون به صرفه نبود که ورود کنن عزیزان ما. الحمدلله اون تعدادی که نیاز بود و خط قرمز محسوب میشه و دانش و فناوری قرمز هست، امروز در کشور بومی سازی شده که حوزه تسلیحات هست، حوزه سامانه ها هست، حوزه سیستم ها هست. اینا همگی امروز در کشور بومی سازی شده است، در صنایع موزم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بومی سازی شده است و بر روی شناورهای نظامی نصب شده است. و چقدر طول کشید ساخت سند از زمان طراحی تا به ثمر؟ 8 سال، حدود 8 سال. بله، جماران 12 سال بود، دماوند حدود 10 سال و سهند حدود 8 سال.
گام بعدی رو بسپار داریم. بله بله، ایشالله نافشکن جمهوری اسلامی دنا خواهد بود که امیدوار هستیم که با اقداماتی که داره میشه ما تا پایان سال این نافشکن رو به آب میندازیم با سامان رانشش و تا سال آینده انشالله دالا عواسط یالا ببینیم که ایشالله نافشکن دنا هم تحویل نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. رونمایی اصلیش سال آینده خواهد بود انشالله. یک سوالی که مطرح است این که این نافشکن در مقایسه با نافشکن‌های مشابهش در سطح جهانی چه توانمندی داره و در چه رتبه‌ای هست؟ کاملا به روز جناب حسینی، کاملا نافشکن ما به روز قابلیت حضور رو در دریا داره، قابلیت پایداری در امواج سخت اقیانوسی داره و قابلیت مقابله با هر نوع تهدید همچون که عرض کردم هوایی سطحی و زیر سطحی رو داره هست و کاملا به روز است و در منطقه جنوب غرب آسیا ما تنها کشوری هستیم که با توان خودمون و با توان داخلی میتوانیم نافشکن بروز و مطابق با آخرین استانداردها و کیفیت‌های روز جهانی طراحی و تولید کنیم. از منظر این توانمندی در عرصه جهانی چه جایگاه رتبه‌ای داریم؟ خب ما جز 20 کشور اول جهان هستیم که در حوزه شناورهای سنگین ورود پیدا کردیم، نظامی در حال تولیدش هستیم. در کنار این توانمندی‌هایی که توضیح دادید و ویژگی‌های نافشکن سهند، مشخصه هایی که داره، مأموریتی که برای سهند تعریف شده چی از چه مأموریتی بهتش هست؟ مأموریت سهند گشت و شناسایی، حفاظت و حراست از منطقه آبهای سرزمینی، آبهای حوزه نظارتی، حوزه انحصار اقتصادی و حضور در آبهای بین المللی جهت حفاظت از خطوط مواصلاتی کشور هست. مستظر هستین بیش از 10 سال از پدیده شومی دزد دریایی در منطقه خلیج عدن ایجاد شده. امروز نافشکن جماران در اونجا حضور داره، از فردا پس فردا نافشکن جمهوری اسلامی سهند هم به جماران خواهد پیوست و در آبهای بین المللی شمال اقیانوس هند تا مدار 10 درجه انشالله حضور مستمر و دائمی خواهد داشت. انشالله. سوالی که مطرح است این که اساساً مأموریت و اهمیت و ضرورت ساخت این زیردریایی ها چی هست از جماران تا دماوند تا سهند و دنا هم که اشاره کردید، با چه هدفی در دستور کار قرار میگیره، چه نقشی به عهده شون هست؟ بله سوال خوبی کردید. ببینید از نظر متخصصین نظامی زیردریایی ها جزء پیچیده ترین، استراتژیک ترین و تاثیرگذارترین محصولات نظامی در حوزه دریایی به شمار می رسند. زیردریا با توجه به اینکه در محیط ناهمگن زیر دریا قرار می گیرند و با بهره گیری از اصل اختفاء و غافلگیری و تسلیحاتی که میزان قدرت تخریب و انهدامشون بسیار بالاست، به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی نبرد در صحنه دریا شمرده میشن. من یک آماری رو اجازه بدین خدمت جناب عالی و ملتمون عرض کنم. در جنگ جهانی اول بیش از 6000 شناور تجاری و نظامی توسط زیردریایی ها مورد اصابت قرار گرفتن و غرق شدن. 11 میلیون تن ظرفیت این شناورهایی بود که غرق شد. در جنگ جهانی دوم بیش از 5000 شناور غرق شدن و آلمانی ها در سال 1942 بیش از 2700 شناور متفقین رو غرق کردن و ژاپنیا در جنگ جهانی دوم بیش از 1300 فروند شناور را از دست دادن و حدود 20 میلیون تن ظرفیت این شناورهای بود که غرق شد. این اهمیت زیردریایی‌ها رو در نبردهای دریایی به اصطلاح نشون میده و قدرت این زیردریایی‌ها رو. امروز زیردریایی‌ها نه تنها اثر تاکتیکی عملیاتی دارن، بلکه اثر استراتژیک و راهبردی هم دارن. یعنی زیردریایی‌ها با حمل موشک‌های بالستیک زیر سطح به سطح که میتواند جغرافیای کشور هدف رو مورد اصابت قرار بده، یا موشک‌های زیر سطح، کروز زیر سطح به سطح که باز میتونه باز خاک و جغرافیای کشور متخاصم رو مورد هدف قرار بده، یک اثر استراتژیک دارن. و نکته‌ای که لازم است در رابطه با زیردریایی باز عرض کنم این است که اصولا در دکتریان های نظامی حمله پیش دستانه یکی از راهبرد هاست برای حمله به کشور متخاصم. زیردریایی ها تنها وسیله هستند که به هیچ وجه مورد حمله پیش دستانه قرار نمی گیرن، چرا که در سطح زیر دریاها و اقیانوس قابل شناسایی و ردیابی نیستن و با حجمی از مهمات و تسلیحاتی که میتونن با خودشون هم کنن به شدت میتونن مخاطره‌آمیز باشن برای کشورهای مقابل. بسیار خوب، خیلی متشکرم. خبر رو می‌بینیم، برمیگردیم بیشتر صحبت کنیم. چرا سرکار خانم سارمی سلام، صبح شما بخیر. خانم سارمی در اولین بخش از روی خط خبر امروز گفتگو می‌کنم با امیر دریادار، مهندس امیر رستگاری، معاون وزیر و رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
درباره توانمندی های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اشاره شد که روز گذشته ناوشکن سهند رونمایی شده و هفته گذشته هم دو ناوشکن قدیر رو رونمایی داشتن که در ادامه درباره قدیر بیشتر صحبت میکنم با امیر رستگاری. امیر، درباره دو زیر دریایی قدیر بفرمایید که پنجشنبه به ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق شدن، چه ویژگی ها و چه مشخص هایی دارن هر کدوم به تفکیک؟ بله، خب در روز پنجشنبه دو فروند زیر دریایی سبک ما کلاس قدیر 955 و 942 به ناوگان منطقه نافتیپ زیر سطحی منطقه یکم نیروی دریایی ملحق شد. زیردریای قدیر 955 زیردریایی است که ساخته شده، که حالا توضیح خواهم داد، و زیردریای قدیر 942 زیردریایی بود که برای اولین بار تعمیرات اساسی اون انجام شده بود. خب زیردریای کلاس قدیر ما به لحاظ کوچک بودن، به لحاظ پایین بودن سطح نویز انتشاریشون، به لحاظ احتمال بسیار کم شناسایی و ردیابی توسط دشمن، قابلیت حضور در سواحل و بنادر دشمن، توانایی حضور در آب‌های کم عمق ساحلی، آبراه‌ها و تنگه‌ها، قابلیت حمل کماندو و قابلیت حمل انواع تسلیحات زیرسطحی نظیر مین، اژدر، و اخیراً هم در 10 روز گذشته این زیردریایی‌ها مجهز به موشک‌های زیر سطح به سطح شدن که حالا باز در ادامه توضیح خواهم داد که چه توان آفندی رو به این زیردریایی‌ها ایجاد اضافه کرد، از قابلیت بسیار خوبی جهت مقابله با شناورهای سطحی دشمن برخوردار هستند. اینها به خوبی میتونن برن در کف دریا، به اصطلاح بر بستر کف دریا بنشینن، با سوناری که دارن فضای اطراف خودشون رو رصد کنن و هر گونه شناور مهاجمی رو از فواصل دور تشخیص بدن. سامانه مدیریت نبردی رو بر روی این زیردریایی طراحی شده توسط عزیزان ما در سازمان صنایع دریایی که یک بازی جنگ است. شناور با توجه به سرعتی که داره، با توجه به سمتی که داره، با توجه به مسیری که داره میاد، در این سامانه ما یک شبیه سازی جنگی انجام میشه. بهترین موقعیتی که زیردریایی باید نسبت به اون قرار بگیره تا بتواند از سامانه اژدر خودش استفاده کنه یا از سامانه موشک زیرسطح یک به اصطلاح مسیر و نقطه آینده رو به شناور و فرمانده اعلام میکنه و فرمانده میره در اون موقعیت قرار میگیره. این اصل اختفا و این غافلگیری که این زیردریایی داره و این تسلیحاتی که این زیردریایی داره به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی نبردهای آتی دریایی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران به شمار میره و به کار گرفته میشه. این رو هم بذارید اضافه کنم که اژدری که بر روی این زیردریایی قرار داره قدرت تخریب و قدرت انهدامش برابری میکنه با 6 موشک کروز سطح به سطح ضد کشتی. یعنی ما اگر بخوایم یک کشتی 1000 تنی رو غرق کنیم، حداقل باید 6 فروند موشک کروز به سمت شلیک کنیم و اصابت کنه تا احتمالاً که غرق بشه، ولی یک دونه اژدر ولفجری که بر روی این زیردریایی باز ساخت سازمان صنایع دریایی قرار داره شلیک بشه بر روی یک شناور 1000 تنی، کمتر از 10 ثانیه اون شناور رو به اعماق دریا میبره، چرا که اژدر در زیر شناور منفجر میشه، اون حبابی که ایجاد میشه تیر اصلی شناور رو میشکنه و شناور رو در کمتر از چند ثانیه به اعماق دریا میبره. این قدرت برتری این زیردریایی قدیر ماست که امروز در خلیج قدیر 955. بله بله، البته این رو ما تعمیم دادیم به قدیرهای گذشته، الان در حال تسلیح مابقی قدیرهایی است که قبلا ساخته شده. حالا چند ده فروند از این زیردریایی تولید شده و در اختیار نیروی دریایی قرار گرفته. الان همه اونها دارن به سامانه موشک زیر سطح به سطح هم دارن تجهیز میشن و این قدرت بالایی است که این زیردریایی داره. توانایی پرتاب موشک زیر سطح به سطح جام حسینی برای زیردریایی بسیار حائز اهمیت است، چرا که زیردریایی خب وقتی با اژدر صحبت میکنیم فواصل کوتاه میشه، چون به هر صورت باید اژدر در یک فاصله نزدیکتر به هدف شلیک بشه. ماکسیموم برد اژدرها در دنیا حدود 50 کیلومتره، ولی وقتی راجع به موشک صحبت میکنیم بالای 50، بالای 100، 150 تا 200 و خب پیشرفته‌اش تا 300 کیلومتر هم میرود. این دست بلند زیردریایی خواهد بود که بدون اینکه نزدیک بشه به شناورهای دشمن میتواند در فواصل بسیار دور ورای افق میتواند هدف رو شناسایی کنه و به سمت اون موشک شلیک کنه.
شلیک کردن موشک از زیر دریا مثل پرتاب یک سوزن از یک بسته انبار کاه است، اصلا قابل ردیابی نیست، اصلا قابل شناسایی نیست و با هیچ سامانه‌ای نمیتوانند کشف کنند. همونجور که عرض کردم در جنگ‌های جهانی اول و دوم اون موقع فقط اجدر استفاده میشد، الان که موشک اومده به مراتب قدرت انهدام و تخریب این زیر دریا افزایش پیدا کرده. لذا ما در سواحلمون، در حوزه آب‌های انحصاری اقتصادیمون، این زیر دریایی‌ها به عنوان لایه اول دفاعیمون در کار قرار خواهند داشت و با توجه به تسلیحاتی که انجام شده دست برتر ما خواهند بود در زیر دریا. این توضیحاتی که دادید درباره ویژگی‌های قدیر 955 از این منظر هست که گفته میشه به عنوان پیشرفته‌ترین و پیچیده‌ترین تجهیزات و مدرن‌ترین سازه‌ها رو ازش برخوردار هست و طبیعتاً با این توانمندی قابلیت رقابت با نمونه‌های خارجی و مدل‌های خارجی رو داره. امروز زیردریای کلاس قدیر ما کاملاً قابلیت رقابت صادرات رو هم دارن، یعنی بعضی از کشورهای دوست ما الان در حال مذاکره هستن که از این کلاس زیردریایی ما براشون طراحی کنیم و به اونها به اصطلاح بفروشیم، چرا که عرض کردم با جدیدترین سامان. من این رو هم عرض کنم، فرض بفهمید پریسکوپی که روی این زیردری الان نصب شده جزو جدیدترین پریسکوپ هایی است که در دنیا داره استفاده میشه. کشورهای صنعتی دنیا، یعنی من اجازه بدین اسم رو نیارم، امروز مشتری صنایع الکترونیک وزارت دفاع هستن که سامانه آپتیکی و پریسکوپی این تیپ تولیدات رو بخرن، چرا که از رزولوشن بالا، از دید بسیار بالا، سامانه‌ای که متصل به تلویزیون میشه، قابلیت فیلم برداری، قابلیت تصویر برداری هم در روز و هم در شب رو داره و این خب باید افتخار کرد به این دانشمندانی که امروز در جای جای این کشور و در وزارت دفاع و پشتیبانی مسلح در حال طراحی و تولید چنین سامانایی هستن. چه میزان از قدیر رو میشود گفت که ساخته مهندسین داخلی هست؟ قدیر هست. امروز بیش از 90% تولید داخل هست. این افتخاری است که خب قدیرها الان بیش از 10-12 سال هست که در خط تولید قرار گرفته، ما خطوط تولید این رو داریم و امروز بیش از 90% اجزای زیردریایی قدیر امروز بومی شده. بدنه این زیردریایی‌ها امروز در صنایع فولاد آلیاژی کشور داره تولید میشه. مستظر هستیم بدنه زیردریایی با توجه به اینکه زیر آب میره، خب این منقبض میشه، به سطح آب میاد منبسط میشه، باید یک فولادی باشه که کاملا فلکسیبل و قابلیت انعطاف داشته باشه. هر فولادی نمیشه استفاده کرد، هر فولاد خشکی رو که شما استفاده کنید بعد از چندین بار قوس و صعود دچار ترک میشه. پس باید فولاد آلیاژی ما به طراحی از بدنه‌ای برسه که بتواند بیش از 1000 بار منقبض و منبسط بشه و این بدنه دچار ترک نشه. این خودش یک تکنولوژی بسیار بالایی است که امروز ما به اون دست پیدا کردیم در کشور. بحث سامانه جنگالش هست که با سامانه بسیار پیشرفته است که بر روی این چنابر نصب شده، سامانه راداریش هست، سامانه رانشش. جناب حسینی، خب ما در زیردریای دیزلیمون از رانش الکتریکی استفاده میکنیم، ژنراتور داریم، تولید برق میکنه، برق و باتری ها ذخیره میکنن، از طریق باتری ها به الکتروموتور داده میشه. امروز به فناوری تولید موتورهای BLDC رسیدیم، موتورهای DC که بدون جاروبک و زغال هستن. باز این خودش یه سطح جدیدی از الکتروموتورهای BLDC. موتورهای DC که در زیردریای گذشته استفاده میشد موتورهای بودن که کموتاتور داشتن، زغال داشتن، ولی امروز ما به طراحی تولید موتورهای DC رسیدیم که جاروبک و زغال نداره. سرریز این دانش امروز شده موتور برقی موتورسیکلت، سرریز این دانش شده موتور الکتریکی دوچرخه برقی و کولر آبی که همین تابستان با حضور آقای دکتر کلانتری در یکی از مجموعه وزارت دفاع سازمان صنایع دریایی 3 تیپ موتور الکتریکی که در حوزه کاملا غیر نظامی کاربرد داره و استفاده میشه برای هوای پاک، کاهش آلنده های فسیلی استفاده از اونها، امروز این توانمندی نظامی ما در خدمت محیط زیست قرار گرفته و الان ما خط تولید 3 نوع الکتروموتور الکتریکی داریم که در موتورسیکلت برقی، دوچرخه برقی و کولر آبی هم استفاده میشه. بسیار خوب، درود بر شما. درباره قدیر 914 هم قرارشو توضیح فرمایید که تعمیرات اساسی برای اولین بار در کشور انجام شده. بله، خب خوشبختانه وقتی ما سازنده هستیم تعمیرات اساسی هم میتونیم انجام بدیم. اون سیکل زیردریایی برای تعمیرات اساسی که رسید خب برای اولین بار هم بود،
این زیردریای دوباره به سازمان صنایع دریایی مجددا برگشت و در ظرف 10 ماه و حدود 60,000 نفر ساعت کار برد، ما کل بدنه زیردریایی رو تعمیراتش رو انجام دادیم و در این راستا سامانه رانش اون بهینه‌سازی شد، سامانه سونار اون باز جدید شد و از جدیدترین سامانه سونار روی اون زیردری استفاده شد، سامانه جنگال اون تغییر پیدا کرد. حدود 31 سامانه رو ما کار تعمیرات و تعویض اون رو انجام دادیم و ظرف 10 ماه این زیردریایی هم به خط عملیاتی برگشت. زیردریای قدیه 955 مون هم باز یه رکورد گذاشته شد. خب ما قبلا اولین زیردریمون حدود 4 سال زمان برد تولیدش، آرام آرام این رو کاهش دادیم. امروز زیردری قدیر ما ظرف 18 ماه کار طراحی و تولیدش انجام شد 955 و این سرعت به همراه کیفیت توامن شد تا بتونه یک زیردریایی به روز رو تحویل نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران بده. بسیار خب، متشکرم. یک سوالی که مطرح هست همین این که به سیاست و راهبرد نیروی دریایی از حضور در آب‌های آزاد جهان چی هست و چه مأموریتی رو در این عرصه دنبال می‌کنه؟ ببینید، از فرمایشات فرمانده کل قوا عرض می‌کنم، ایشون فرمودن صرف حضور در دریا نشانه قدرت، یعنی وقتی شما در دریا حضور داری یعنی توان صنعتی شما به بلوغی رسیده که میتواند محصولی رو بسازد که در امواج سخت اقیانوسی حضور پیدا کنه و اساساً صنعت کشتی سازی، صنعت زیردریایی سازی تبلور بلوغ، دانش، فناوری و صنعت کشور هاست. خود حضور یعنی نشانه قدرت. خب ما هم بحث ارائه این توان کشور رو داشتیم، هم بحث حفاظت و حراست از خطوط مواصلاتی کشور رو داشتیم. اگر ما نمیتوانستیم در خلیج عدن که حدود 3000 کیلومتر از آبهای سرزمینی ما فاصله داره حضور میداشتیم، امروز 90% تجارت کشور ما که از حوزه دریا داره انجام میشه خدشه‌دار میشد و قطعا آسیب میدید، چرا که دزدان دریایی بسیاری از کشتی‌هایی که در اون مسیر تردد میکردن رو دزدیدن و در اونجا نگه داشتن و تا پول نگرفتن رها نکردن. لذا این قدرت باید وجود داشته باشه. کشور ما یک کشور دریایی است جناب حسینی. 90% کالا و مایحتاج این کشور، چه واردات و چه صادرات ما از طریق دریا داره انجام میشه. برای اینکه این جریان بتونه به درستی و به سهولت و بدون هیچ گونه حاشیه انجام بشود، نیاز شما به یک قدرت دریایی داری که از این خط کشتیرانی شما دفاع بکنه، نه در آب‌های سرزمینی بلکه در آب‌های بین‌المللی، و بر این اساس است که نیروهای دریایی تشکیل میشه. خب کشور ما نه تنها در دریا به عنوان دسترسی به دریا در کنار دریا قرار داره، بلکه در حساس ترین آبراه جهانی هم قرار داره. ما در قلب منطقه انرژی جهان قرار داریم و به قول استراتژیست‌ها اینجا کلید 7 دریاست و به طریق اولا باید ما تقویت بکنیم نیروهای دریاییمونو جهت حفاظت و حراست از منابع و منافع نظام مقدسی. با این توضیح و این اهمیتی که بیان کردید در زمینه ساخت تجهیزات دریایی و همچنین تسلیحات دریایی، در چه جایگاهی از منظر توانمندی، خودکفایی و پیشرفت قرار داریم؟ خب من به جرأت میتونم بگم در منطقه رتبه 1 رو داریم، چون ما به هیچ کشوری وابسته نیستیم، از هیچ کشوری کمک علمی و دانشی نمیگیریم، کمک فناوری نمیگیریم، خودمون تولید علم داریم. دقیقاً همینطوره. یعنی ما در زیردریای همین قدیر کوچک ما 75 فناوری استفاده شده بود و همه فناوری باز توسط دانشمندان این سرزمین بود. در حوزه زیردریایی جز 11 کشور برتر دنیا هستیم. در حوزه ساخت نافشکن ها و نافهای سنگینمون جز 20 کشور اول هستیم. در حوزه شناورهای تندرومون که جزء مأموریت اصلی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، جزء 5 کشور اول جهان هستیم. یعنی اینقدر ما در این حوزه پیشرفت کردیم که شاید به جرات بتونم بگم اون 5 ابرقدرتی هم که به امنیت حق وتو دارن، به اندازه ما در شناورهای تندرو پیشرفت نکردن، چرا که ما شناورهای تندروی رو امروز می‌سازیم با سرعت بیش از 120 کیلومتر در ساعت که قابلیت حمل موشک و سامانهای جنگال رو بر روی خودش داره با ابعاد بسیار کوچک، و این یک توانمندی است که امروز
وزارت دفاع و سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع به اون دست پیدا کرد. ما کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم، یک سوال از جانب بپرسم، انشالله در همون مقطع بیشتر بهش خواهیم پرداخت. همایش ملی پیشرانه‌های دریای کشور که اسفند ماه برگزار میشه و رونمایی از اولین سیستم رانش واترجت بومی کشور، خیلی کوتاه بفرمایید که بله، ما در هفته اول اسفند ماه انشالله دومین همایش پیشرانه‌های دریایی رو خواهیم داشت و در خلال اون همایش اولین سامانه رانش واترجت کشور رو رونمایی خواهیم کرد. این سامانه است که بسیار پرکاربرد است در شناورهای تندرو و خب عزیزان باز محبت کردن، تحریم کردن و ما تشکر میکنیم از اینکه تحریم کردن، چرا که این فرصت رو به متخصصین ما دادن که اونها فکر کنن، تحقیق کنن، پژوهش کنن و انشالله ما در همین اسفند ما، هفته اول اسفند ما، اولین سامانه رانش واترجت رو که میتواند سرعت‌های بالای 30 گره رو به شناورها به اصطلاح بده رو رونمایی خواهیم کرد و این افتخاری است باز برای کشورمون و برای وزارت دفاع. چه هدفی رو دنبال میکنه؟ برای تولید سرعت بالا. این به یک موتور کوپل میشه و میتواند آب رو به صورت پمپ به اصطلاح مکش کنه و در انتها به صورت دیشارج خالی میکنه و سرعت بسیار بالایی رو و قدرت مانور بسیار بالایی رو، یعنی شناور میتونه در جا دور در جا بزنه، عقب گرد کنه و به سرعت بالا و سرعت اسکی برسه که عرض کردم جز سامانهای رانشی است که استقبال جهانی اون رو هم در لیست تحریم گذاشته. 20 ثانیه فرصت داریم امیر رستگاری، نکته پایانی. ان شاء الله باز ما خبرهای خوشی رو برای ملت عزیزمون داریم. زیردریایی فاتح ان شاء الله در دهه فجر ان شاء الله رونمایی خواهد شد و ان شاء الله بدنه ناوشکن دماوند رو هم در اسفند ماه رونمایی خواهیم کرد. ان شاء الله خدا قوت میگیم به جناب علی و همکارانتون در سازمان صنایع دریایی و سپاسگزارم که در برنامه امروز حضور پیدا کردید. تشکر میکنم از همراهی شما بینندگان عزیز.